ناگفته های شخصی از زندگی علی انصاریان، از ماجرای مرگ مشکوکش تا ماجرای دوستیش با یه دختر خانم که قرار بودش با هم ازدواج بکنن. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی علی انصاریان رو داریم و در مورد مرگ مشکوکش و افشاگری که مادر و نزدیکانش انجام دادن صحبت میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب علی انصاریان فوتبالیست و بازیگر و مجری قدیمی کشورمون متولد 14 تیر ماه سال 1356 است. اون 186 سانتیمتر قد داشت و به عنوان مدافع تجربه پوشیدن پیراهن استقلال، پرسپولیس و چند تا تیم دیگه و حتی تیم ملی رو هم در کارنامه‌اش داشت. اون بعد از بازنشستگی از فوتبال تصمیم گرفت وارد حیطه هنر بشه و هم خوانندگی و هم بازیگری و هم تهیه کنندگی و اجرا رو هم تجربه کردش. علی انصاریان در یه خانواده نسبتاً مذهبی در پایین شهر تهران در محله عارف و قیاسی به دنیا اومدش. پدرش سالها پیش از دنیا رفت و مادرش حاجیه خانم معروف به ننه علی خانه‌دار هستش و یک برادر و یک خواهر هم داره. جالب بدونید که شیخ حسین انصاریان، روحانی مشهور، هم عموی واقعی علی انصاریان هستش. انصاریان از همون دوران کودکی کمک خرج خانوادهش بود و در نبود پدر سعی می کردش که با فروش شانسی و آلاسکا تو همون دوران کودکی بتونه کمک خرج خانوادهش باشه. اون مدتی هم به عنوان شاگرد مکانیک و تراشکار در مغازه‌های مختلف کارگری می کردش. انصاریان از همون کودکی بچه خیلی شر و شیطونی بود، تا حدی که 4 بار مجبور شدن مجلسش رو عوض بکنن و ازش تعهدهای مختلف میگرفتن. به قول خودش هر جا میرفت یه دعوایی به پا میکرد و سری اونو اخراج میکردن. اون به صورت جدی فوتبال رو از 13 سالگی در سال 1369 شروع کرد. توی اون زمان توی تیم نوجوانان پیام تهران کارش رو شروع کرد، بعد به تیم بانک سپر رفت، بعد هم بانک ملی، تا اینکه به صورت حرفه‌ای در سال 75 موفق شدش در سن 19 سالگی به تیم بزرگسالان فجر سپاسی شیراز بپیونده. اون 2 سال حضور موفق در شیراز داشت و در سال 77 وقتی که 21 ساله بود به عنوان مدافع اصلی به تیم بزرگ پرسپولیس تهران اومد. اون 5 سال هم در پرسپولیس بازی کرد و سال 83 یک فصل به سایپا رفت، دوباره به پرسپولیس برگشت، در آخر هم در فصل 1384 در این تیم حضور داشتش. اون در سال 85 به عنوان بمب نقل انتقالات به تیم استقلال پیوست که با وجود علاقه شدیدی که انصاریان به تیم پرسپولیس داشت، این اقدام یه مقدار برای همه عجیب بودش. اون در سال 86 تا 88 هم 1 سال در استیلازین و استقلال اهواز بازی کردش. اون تصمیم گرفتش که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی بکنه. اون آخرین حضورش برمیگرده به حضورش در فصل 88-89 در تیم گسترش فولاد تبریز. اون 1 سال هم در شهرداری تبریز بازی کرد و در نهایت در 34 سالگی با پیراهن شاهین بوشهر خودش رو بازنشسته کرد. انصاریان توی تایمی که فوتبال هم بازی میکرد چندین تجربه بازیگری رو به عنوان مهمان داشتش. اون در چند قسمت از سریال زیر آسمان شهر، مهران غفوریان، پاداش سکوت و همینطور چارخونه حضور داشت که تو تمام این سریال ها نقش خودش رو جلوی دوربین بازی میکرد. اون در سال 90 بعد از خداحافظیش از فوتبال حرفه‌ای تصمیم گرفت شانس خودش رو در خوانندگی هم تست بکنه. اون آهنگ شدید رو در سال 90 منتشر کرد که خیلی مورد استقبال قرار نگرفت و این اولین و آخرین تجربه خوانندگی
علی انصاریان به حساب می اومد. اون در سال 93 وقتی که 37 ساله بود در قامت بازیگر و تهیه کننده فیلم کلاف رو در کنار لیلا اوتادی بازی کردش. اون در چندین فیلم و سریال دیگه هم حضور داشت. اون در سال 94 سریال کیمیا، در سال 96 سریال محکومین و در سال 99 سریال سرزده رو در کارنامه هنری خودش به جا گذاشت. انصاریان چند تا تجربه مجریگری هم داره که یکیش مربوط میشه به برنامه اینترنتی زابیوکا که ویژه برنامه جام جهانی بودش که در کنار مجید یاسر به اجرای اون پرداخت، که خب حواشی زیادی هم داشت و چندین بار کلیپ‌های متعددی از این برنامه توی فضای مجازی خیلی وایرال شد. از خوندن شعرهای خواننده های زمانش مثل شهرام شب‌پره، حسن شمایی‌زاده و خواننده های دیگه تا صحبت کردن در مورد گوگوش روی آنتن زنده تلویزیون. علی انصاریان با این که 43 سال سن داشت ولی خب هیچ وقت ازدواج رسمی نکرد و در مورد روابطش هم صحبتی نکرد. اون در این باره میگفتش که به خاطر مادرش یعنی ننه علی و این که تنها نمونه ترجیح میده که ازدواج نکنه. ولی خب بعد از مرگش افشا شد که اون با یه دختر خانم توی رابطه بوده و قرار بوده که با هم ازدواج هم بکنن، ولی خب باز هم ثابت نشد. انصاریان در سال 91 در برنامه ویتامین C علی ضیا اعلام کرد که بزرگترین اشتباه زندگیش انتقال به استقلال بوده. با اینکه برای تمام طرفدارای استقلال احترام ویژه‌ای قائله، ولی این تصمیمش و انتقالش به استقلال کار درستی نبود. الانم تنها آرزوش دیدن قهرمانی پرسپولیس در آسیاه. علی انصاریان متاسفانه در ساعت 16:15 دقیقه عصر 15 بهمن ماه سال 99 در اثر ابتلا به ویروس کووید کرونا در بیمارستان فرهیختگان تهران درگذشت. بر پایه گزارشی که صدا سیما منتشر کرد، انتقال ویروس کرونا در برنامه تصویری اپلیکیشن پرسپولیس صورت گرفت که علی انصاریان به همراه مهرداد میناوند در اون شرکت داشتند. و پروتکل های بهداشتی رعایت نشد و علاوه بر نداشتن ماسک حتی فاصله گذاری مناسب اجتماعی هم انجام نگرفت. در روند درمان بی‌نتیجه مرداد میناوند و علی انصاریان، محمد رضا هاشمیان پزشک بیمارستان دکتر مسیح دانشوری مصاحبه های فراوانی رو در راهروی بیمارستان لاله و بیمارستان فرهیختگان انجام داد و پست هایی هم در این رابطه در اینستاگرامش منتشر کرد. هاشمیان در هنگام این مصاحبه و پست مواردی مانند داروهای مصرفی، سی‌تی اسکن ریه و سایر موارد رو جز حریم بیمار دونست و افشا نمودن این اقدام وی رو انتقاد فراوانی از سوی جامعه پزشکی همراه بود. در روزهای پیش از درگذشت علی انصاریان وضعیت جسمانیش به شکل امیدوار کننده ای تغییر کرد، اما در ساعات آخر روز دوشنبه وضعیتش به شکلی پیش رفت که تیم پزشکی اون رو به خواب مصنوعی بردن و در نهایت هم متاسفانه از دنیا رفت. اون در 16 بهمن ماه 99 بنابر خواست خودش در قطعه 222 بهشت زهرا در کنار پدرش اسماعیل انصاریان به خاک سپرده شد. عموی اون شیخ حسین انصاریان بر پیکرش نماز میت رو خوند و مراسم خاک سپاریش با حضور پرتعداد دوستان و هنرمندان و ورزشکاران و طرفداران علی انصاریان برگزار شدش. از همون سال تا به الان ابهامات زیادی در مورد پرونده علی انصاریان توی رسانه‌های مختلف مطرح شده. خیلیا قصور پزشکی رو علت اصلی مرگ علی انصاریان میدونن. خیلیا بی‌توجهی خودش به روند درمان و مراجعه دیرهنگامش به پزشک و درگیر شدن درصد بالایی از ریه‌اش رو علت مرگش میدونن. وجود ابهامات در روند ابتلا و درمان منتهی به فوت این چهره محبوب موجب ایجاد کارزار اینترنتی توسط همسر خواهر علی انصاریان حامد اجدری برای جمع‌آوری امضا جهت بررسی و شفاف‌سازی که از اوایل خرداد 1400 تا زادروز 44 سالگی علی انصاریان انجام گرفت و بیش از 42 هزار نفر در این کارزار امضا کردند.
و روند شکایت خانواده علی انصاریان همچنان در جریان هستش. مادر علی انصاریان، ننه علی، هم توی یه مصاحبه‌ای که چند وقت قبل انجام داده بود در مورد ابهامات مرگ مشکوک پسرش صحبت‌هایی رو انجام داد و در مورد مقصران احتمالی این قضیه دست به افشاگری زد. بدون اجازه من، بدون اینکه از من اجازه بگیرن، مگه بچه من موش آزمایشگاهی بوده که این کار انجام دادن رو بچه من؟ مستقیم بردن بهشت زهرا، بدون اجازه ما بدن بچه رو شستن، بدون اجازه ما همه کاری رو خودشون انجام دادن. صبح زود ما رو بردن بهشت زهرا، ساعت 5:30 صبح اومدن، حالا اسمشو نمیارم، اون طرفی که اومده ما رو برده، اومدن ما رو بردن بهش زهرا. هر چی گفتم من میخوام صورت بچه‌مو ببینم، آیا کسی که این کارو میکنه بعد این سلول درمانی تمام بدن بچه منو تاول زده از گردن تا پایین؟ گفتن که تاول زده و اجازه دیدن صورت بچه‌مو ندادن. سال گذشته مجتبی پوربخش، مجری اخراجی صدا سیما، هم در یه پست اینستاگرامی افشاگری رو در مورد علت مرگ علی انصاریان انجام داد و گفتش که احتمال خیلی زیاد علت مرگ علی انصاریان قصور پزشکی بوده. تزریق اشتباه سلول‌های بنیادی و مخفی‌کاری که توی پرونده پزشکی علی انصاریان توسط پزشکان معالج اون اتفاق افتاده احتمالاً ابهامات دیگه‌ای هستش که باید افراد زیربط به اون پاسخ بدن. خب دوستان، ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما نظراتتون رو راجع به این ویدیو و علی انصاریان برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه با آثار علی انصاریان هم خاطر دارید، فیلم مورد علاقتون رو بر ما اسمش رو کامنت بکنید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.